بچه ها، گفتار سوم توی فصل اول در رابطه با تأمین غذای سالم و کافی برای انسان صحبت میکنه. خب ما میدونیم که امروزه یکی از چالش‌های مهمی که پیش روی انسان قرار گرفته تأمین منابع غذاییه. باید به این نکته دقت بکنیم که امروزه خیلی از اکوسیستم‌ها به واسطه مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی یا همون منابع تجدیدناپذیر مثل نفت و گاز و بنزین و امثال هم به واسطه آلایندگی و تراکم CO2ی که تولید کردن منجر به نابودی این اکوسیستم ها شدن. پس وقتی منابع اکوسیستم، منابع زمینی در حال از بین رفتنه، تأمین منابع غذایی هم با دشواری روبرو میشه. یکی از پارامترهایی که کمک میکنه به این که ما بتونیم غذای سالم و کافی رو در اختیار انسان قرار بدیم، مطالعه و شناخت بیشتر از گیاهانه. به خاطر اینکه ما داریم به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان بهره میبریم. شناخت گیاهان خود رو یکی از اوناست. گیاهان خود رو گیاهانی هستن که تطابق و سازگاری زیادی با اقلیم‌های مختلف دارن و سریع به محصول میرسونن ما رو. یکی دیگه از اون پارامترهایی که در واقع میتونه ما رو توی بحث گیاهی پیش ببره و منابع غذایی کافی رو در اختیارمون بذاره، استفاده از مهندسی ژنتیک. مهندسی ژنتیک باعث میشه اون صفت مطلوبی که مد نظر ما هست توی گیاه بیان بشه. حالا هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، یعنی اون محصولی که ما مد نظرمون هست به فراوانی تولید بشه و اون راندمان و اون ویژگی ها و اون موادی که مد نظرمون هست رو داشته باشه. نگاه کنین، کتابم همین رو اشاره کرده. میگه همکنون بعضی از اکوسیستم های زمین در حال تخریب و نامودی هستن. سوخت های فسیلی یا انرژی های تجدید ناپذیر مثل نفت، گاز، بنزین و گازوئیل تمام شدنی هستن و هوا رو آلوده میکنن و باعث گرمایش زمین و به علاوه استخراج اونو باعث تخریب محیط زیست میشه که زیست شناسی میتونه برای رفع این بحران ها راه حل هایی پیدا کنه. خب بچه ها، تأمین غذای سالم و کافی یکی از راه هاش اینه که ما بیایم در واقع شناختمون رو نسبت به گیاهان بیشتر بکنیم، چرا که داریم به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان بهره میبریم. مثلا یکی از ویژگی‌های گیاهان خودرو اینه که با محیط‌های زیست مختلف سازگارن. میتونن تو مدت زمان نسبتاً کوتاهی به حداکثر تولید کنندگی خودشون برسن، رشدشون رو ادامه بدن و دانه و میوه تولید بکنن. یا یکی دیگه از پارامترهایی که میتونه به ما کمک بکنه مهندسی ژنتیکه. نگاه کنین، میگه امروزه میتونیم ژن‌های دلخواه رو شناسایی از گیاه مد نظرمون استخراج بکنیم و با تکنیک مهندسی ژن‌شناسی به DNA گیاهان زرایی منتقل کنیم. در نتیجه میتونیم بسیاری از سازگارهای مولکولی مربوط به سرعت رشد، کیفیت و کمیت محصول رو به اون شکلی که میخوایم تغییر بدیم. نکته خیلی مهمی که باید بدونیم، مهندسی ژنتیک کاربردهای دیگه ای هم داره. مثلا یکی از ویژگی هایی که ایجاد میکنه باعث مقاومت گیاه نسبت به آفات میشه، نسبت به میکروب ها میشه. یعنی گیاه رو ما میتونیم با مهندسی ژنتیک کاری بکنیم که در برابر بیماری های ویروسی، در برابر بیماری های قارچی، در برابر بیماری های باکتریایی مقاوم بشه. اما یکی دیگه از راه‌های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط گیاهان زرایی و محیط زیسته. قطعاً این مطلبی که اینجا کتاب داره تو فصل اول اشاره می‌کنه، تو فصل‌های گیاهی کتاب دهم مطالعه خواهیم کرد. مثلا یکی از عناصر خیلی مهمی که گیاه نیاز داره نیتروژنه. خب نیتروژن به چه درد گیاه می‌خوره؟ اگه یادتون باشه توی فرایند فتوسنتز، CO2 آب که با هم ترکیب می‌شدن، ماده عالی رو ایجاد می‌کنه، مثل قند گلوکز. توی گلوکوز عناصری مثل کربن، هیدروژن و اکسیژنه. ولی یک گیاه آیا نیاز به پروتئین نداره؟ میدونیم تو علوم خوندیم واحد سازنده پروتئین آمینو اسیده. آمینو اسید توش عنصر نیتروژن وجود داره. خب برای اینکه ما نیتروژن رو به گیاه برسونیم، گیاهان رایج‌ترین کسب نیتروژن رو از خاک دریافت میکنن به صورت نیترات. اما یه سری از باکتری ها هستن که حالا با گیاهان رابطه همزیستی دارن، مثلا یه باکتری رو بهتون معرفی میکنم که بعدها انشالله میخونید، اسمش هست ریزوبیوم. این باکتری با یه سری از گیاهان تو ریشه شون قرار گرفته، میتونه نیتروژن جو رو بگیره تبدیلش بکنه به آمونیوم. یه سری باکتری های دیگه تو خاک هستن که این آمونیوم رو تبدیلش میکنن به نیترات. در نتیجه نیترات وقتی وارد گیاه میشه میتونه به اون ماده برسه و آمینو اسید ساخته بشه و آمینو اسید هم که به هم متصل میشن پروتئین ساخته میشه. پس
شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیانمند بین این عوامل و گیاهان به افزایش محصول کمک می‌کنه. شناخت اجتماع‌های میکروبی به یافتن راه‌های افزایش تولید کنندگی گیاهان کمک می‌کنه. هرچقدر تثبیت نیتروژن بیشتر باشه، ماده سازی تو گیاه بیشتر باشه، محصولم طبیعتاً تو گیاه بیشتر خواهد شد.